The novel written by Boris Pasternak. Dr. Zhivago. And the 1965 film adaptation tells the story of Yuri Zhivago, a poet whose faith and creativity is squashed during the Russian Revolution of 1917, which helped bring the communists to power. During the real-life Cold War, the Kremlin banned it. That's when the CIA quietly published... راحت به شما میگم. اتفاقا همون کتاب مباشر و مارگریتا، ماستر اند مارگریتا. اونم نویسنده کتابشو، نسخه کتابشو میندازه در سفارت آمریکا. بعد میاد بیرون، به چاپ میرسه که همه شما سریالاشو میخوندی. من کتابی دارم 1980 خریدم. در اون کتاب میگه The Fall of Russian Empire. یک رمانه. ولی در اون رمان برژنف میمیره. چرنینکو میمیره. یک مهره جوانسال به نام میخائیل کوبا. میخائیل کوبا میاد و میشه به اصطلاح رئیس حزب و شوروی به هم میریزه. یک رمان نویسنده جیمز مکدونالد. ممکن اسم مستعار باشه ولی میگن ژورنالیسته. برای همینم من هنوزم که هنوزه معتقدم کتاب دایی جان ناپلئون بی جهت نوشته نشد. ملت رو زامبی کرد، همه رو ترسوند، همه رو ترسوند. گفت اگر اعتراض کنید که این انقلاب ساخت پرداخته دنیای غربه، شما دایی جان ناپلئونی فکر میکنید. ولی دیدید خودتون هنوز همونایی هم که با رژیم همکاری کردید هنوزم میکنید و بیرونید، هنوزم معتقدید بی بی سی انقلاب کرد. خب پس چرا مردم ابلهن؟ شما روشن فکر، شما ابلهتر از مردمی. میدونین چرا؟ شما رژیمی رو آوردید که امروز بدتر از داعشه، بدتر از بوکو حرامه. چرا؟ الان به جام جهانی نگاه کنید، تمام مطبوعات و سایت ها نوشتن دو کشور، فقط دو کشور در میان همه این کشورها اجازه نداده، ممنوع کرده، قدغن کرده به گفته شهریار قنبری نازنین که زنان اجازه ندارن در اماکن عمومی، رستوران ها و سینما ها فوتبال تماشا کنن. یکی نیجریه، یکی ایران. ایران ما به اینجا رسیده، شما کردید، کسی دیگری نکرد. خمینی نکرد، خمینی کسی نبود بتونه انقلاب کنه. شماها محیط رو در واقع آلوده کردید، رادیو اکتیویته کردید. نه اینکه اون سیستم بهترین سیستم بود، نه، حداقل یک زیبایی داشت که به سوی فردا میرفت. نگفت برگردیم بریم امام زمان بیاریم، 1500 سال برگردیم. تو این دنیا شما یک سال عقب برید از دنیا عقب افتادید. مسئله دین نیست، مسئله مذهب نیست، مسئله ایدولوژیه. خمینی مظهر در واقع the end of modernism. آقای فوکویاما میخواد بنویسه the end of history که مزخرف بود، چون کپی کرده بود از الکساندر کوجب، جاسوس روسا که هگلیست بود. همه میرفتن تو کلاساش هگل میخون، بعد فهمیدن مشاور آقای جنرال دوگل خودش مأمور کیجیبی بوده. خب شما موجب شدید این انقلاب اومد، شما موجب شدید این مملکت به جایی برسه که امروز از داعش میترسه، از طالبان میترسه، از همه میترسه. حالا میخواد از این درون و موشکاش، اینا داستانن. همیشه من اشاره کردم شورویش با 10,000 موشک یک شبه افتاد. همین شوروی حداقل روشن فکراش به جایی رسیدن که دیدن مردم نمیتونن یونیفرم زندگی کنن، نمیشه حق خصوصی مردم رو گرفت، نمیشه با یک ایدولوژی کهنه و پوسیده که آقای لنین یا هر کسی مارکسی آورده. حالا برای همینم اکثر فیلمسازهای شوروی سابق وقتی میان فیلم میسازن، مثلا فیلم میسازن جنریشن پی، میگن جنریشنی که حتی چگوارا را هم وقتی میخوان کلا برش بذاره آرم نایکی یا کوکاکولا میذاره. نگاه کنید.
مين دانستي Сейчас, Вова, особое время, которого никогда раньше не было и никогда больше не будет. Пойдешь ко мне в штат? Кем? Творцом? Творцы нам тут нахуй не нужны. Креатором, Вова. Креатором. Не суйся. Дольше будешь живым богом. Был бог, стал нахуй! Дорогой рву рубаху! Вот и все было бы жрака! Это время от жрака! Мне нравится, когда у жизни большие сиськи. Это я так думаю. Не надо ориентироваться на атлантические ценности. Мы же евразийцы. Я же не сникерс. Generation P, یعنی Generation Pepsi. در مورد لوگوش حرف میزنه. معتقد همه چیز لوگوست. لوگوی نایکی، لوگوی پپسی، آرم مکدونالد. میگه این چون پسره نقش یک مدیر دستگاه تبلیغاتی رو بازی میکنه. حداقل اینقدر انصاف دارن که میگن یک دوره تموم شد. دوره یالسین را هم دوست نمی داشتن، چرا که معتقد بودن دوره اولیگارکاست. یک شبه نمیشه فست فود نیشن شد. فست فود نیشن همینی که در برزیل خیلی اعتراض میکنن، میگن نمیشه هر چیزی رو یک شبه فروخت. ولی در مملکت ما همه چیزمون رو فروختیم. نگاه کنید، اصلا اختلاس ها برای من مهم نیست. همیشه اینا غارتگرن. این داعش وقتی رامونسر 300-400 میلیون دلار بانک ها رو غارت کرد، خب اینا هم ایران رو غارت کردن، چه فرقی داره؟ بعد به خاطر اینکه صدای همه در نیاد، دارن هر روز مسئله زن رو پیش میکشن، مسئله حجاب رو پیش میکشن. این یک دروغه، این یک خطای باسرس برای شما. اینا اگر عددی بودن نگاه کنید، شلوارک ها با پرچم ایران، با مظهر شرکت ها، تبلیغات در برزیل. مگه میتونن اینا در مقابل این دنیا بایستن؟ اینا الان به دستبوس رفتن که این شرکت های بزرگ، مگه نمیبینید در سایت هاشون شرکت های فرانسوی به ایران برمیگردن؟ آمریکایی‌ها دوان دوان میآیند، بوئینگ میآید، جی ای میآید، مگه نمینویسن؟ خودشون نوکر اینان. پس بنابراین خودتون رو فریب ندید. حداقل اگر خودتون رو فریب میدید، نسل آینده ایران رو فریب ندید. این نسل من دیدم 1978 آخرین باری بود که من در کنار استاد عطا بهمنش تفسیر کردم، بعد اومدم بیرون. 31 سالم بود، بازنشست شدم. حداقل اینقدر انصاف داشتم همیشه ورق به ورق لابلای خطوط رو بخونم، ببینم چه بر سر نسل آینده ایران خواهد آمد. ما که باختیم، روپامون ایستادیم، اما باختیم. این که نمیشه گفت نه. حالا نگاه کنید، باز 4 سال دیگر، یک تیم ملی دیگر. بله، این تیم ملی از تمام تیم‌های ملی دیگر فرق داره. تیم 1978 ما اکثرا ریشدار بودن. یکی دو تا از اونها که حتی بسیار به من نزدیک بودن، عضو مجاهدین بودن همون زمان. دو نفرشون جزء فداییان بودن. ایرادی نداشت، نظرشون بود. حتی یکی از اونها وقتی به درد سر افتاد میخواست من واسطه بشم، خودم که پرابلم داشتم. اما حداقل میگیم این تیم که آمد، بچه هایی آمدن مثل جنریشن پی، بچه هایی هستن که در دنیای غرب بزرگ شدن، حداقل دنیای مدرن رو میشناسن. اونایی هم که داخل کشورن دنیای مدرن رو میشناسن. فقط شما مزاحمید. چرا؟ هنوز در افکار همه شما اون دیوار وجود داره. تا زمانی که به گفته آقای زیبا کلام که تو ذهن اونم هست، این دیوار فرو نریزه، نسل آینده ایران نجات پیدا کنه. تونی جوانسال عاشق این آهنگ به اصطلاح اجرای گروهی است. معتقد این اجرای گروهی توسط معروفترین و سرشناسترین چهره های هنری و سینمایی انجام گرفته. و دقیقا هم درست میگه. بعدش مثل این که خانه سینما و هنرمندار هم درشو تخته کردن.
به خاطر اینکه ای ایران میخوندن، از ایران میخوندن. نگاه کنید این رژیم چگونه رژیم است. هرچه هست ما ناچاریم فعلا بازی های جهانی رو هم نگاه کنیم، در باره داعش حرف بزنیم، در مورد حوادثی که در خاورمیانه صورت میگیره. اما اجازه بدید فقط من در یک نکته خیلی سریع مسئله رو اشاره میکنم. دیدم بعضی ها گفتن، حتی خبرنگاران خارجی هم، عراق یک کشور مصنوعی بوده. البته من همیشه گفتم کشور عراق رو نقشش خانم گرستبل کشید روی شنها، فرستاد برای چرچیل، بعد قرار شد یک کشوری به نام عراق به وجود بیاد. اما این که میگویند عراق، عراقی ها عرق ملی نداشتن، کاملا اشتباه است. چرا؟ حالا توضیح میدم که بدونید این رژیم چقدر خطاکاره و موجب میشه همسایگانم به خطا برن. زمان صدام یادتونه؟ ستالین، یک ستالین تمام عیار، چند بار سربازان عراقی برای صدام جنگیدن، چند بار شیعه سنی. حتی زمانی که ایران می جنگید شیعه ها به ایران نپیوستن. چرا؟ عراقی بودن. اما وقتی دلغکی به نام نوری الملکی آمد، شیعه سنی کرد، چوبشو ملت عراق خورد. برای همین هم من یک روز اعتراض می کردم، می گفتم شما اجازه نداشتید بگید جمهوری اسلامی ایران، یا می زاشتید امارات اسلامی ایران، قابل پذیرش، این که جمهوری نیست، یا میذاشتید جمهوری فدرال ایران، جمهوری دموکراتیک ایران. اعتراض ما اینه. امروز هم ملت عراق به شما ثابت میکنه تا زمانی که شما بر محور و پایگاه فکری مذهبی فکر میکنید، هیچ کشوری، هیچ ملتی پایدار نیست.